در ادامه برنامه بخش حال شما امروز در رابطه با این صحبت میکنیم که بسیار باورهای اشتباهی وجود داره بین خانواده در مورد عادت ماهوار و اینکه میگن در زمان عادت ماهوار این کار باید انجام شود و نشه به خاطر دلایلی که وجود داره. امروز در این صحبت و این بخش با ما دکتر مژگان نزهت هستن، متخصص نسای ولادی، و میخوایم که در این مورد صحبت کامل و علمی داشته باشیم تا اطلاعات خوبی برای شما بدیم. شما هم سوالات خود میتونید با ما شریک بسازین از طریق شماره تماس برنامه 8656. دکتر صاحب صبح بخیر، خوش آمدین. صبح شما بخیر مریم جان و سلام به بیننده های پروگرام تان. خیلی خوش آمدین. اگر به این موضوع اشاره کنین که یک تعداد باورایی که وجود دارن میگن که زمانی که خانم و دختر خانم عادت ماهوار است نباید حمام کنه، به دلیل از اینکه امکان داره در آینده این دختر خانم عقیم شوه و نابارور شوه و نتونه طفل به دنیا بره. آیا این درست است یا خیر؟ برعکس مریم جان، اگر دختر خانم ها حمام نمیگیره سبب ازی شده میتونه که نه بعدن عقیم شون یا نازا شون، نتونن که اولاد به دنیا برن. بخاطر ازی سی دلیل موجود است و بالکل به طور دقیق سر ازی تحقیقات شده که اگر حمام نمیگیرن سبب ازی شده میتونه که نه عقیم شون. از یک جمله گفتیم که معافیت در چند روز سایکل ماهوار پایین میاد به سبب بلند رفتن هورمون استروژن. وقتی که معافیت پایین میاد در این وقت بدن خانم بسیار به زودی باکتری ها، میکروب ها، آنتانات ها به خود جذب میکنند که یک از مثالش سوزاک میباشه که اکثر نزد خانم ها میباشه یا که اینا ریزش میکنند، چون به زودی میکروب ها میگیرند و عکس العمل بدن از خود نشان میده. همین که گفتین سوزاک میشن در جریان عادت ماهوار، این عادی است یا ای که باید با دکتر مشوره کنن در این مورد؟ این عادی است چون که گفتم سیستم معافیتی پایین رفته و تغییر هورمون ها است، یا یک چند روز می باشه و اگر در این صورت حفظ سهر درست مراحت نمی کنن سبب میشه که این حالتشان پیشرفته شده و مشکلات مثل یوویتس به وجود بیاد که التهابات قسمت خارجی محبل می باشه و بعدنی به اقامت مبدل شده، میتونه که اگر این میکروب به طرف بالا رفته و سبب منتن شدن دیگر اعضا شود. یک تماس داریم. سلام، صبح بخیر، بفرمایید. بله بفرمایید، صبحتان بخیر. بله سلام مریم جان، خوب هستین؟ چی داریم؟ تشکر. سوال از دکتر صاحب نمی سوال داشتم. من دخترایی که دخترک ما تا عادت ماهوار میشه بعد از می یاد از بعد از عادت ماهوار این همه تر خون از پشمال خونای لخته لخته چند روز مریض می باشن؟ چند روز مریض می باشن؟ هفت روز مریضیش می باشن. درسته. آدمو به 13 سالگی مریض شد، بعد از اونم مریضیشون فوق العاده زیاد می باشن. مریض میشه خونای بخت، هم تو لخته لخته خون از میشه. تشکر. خانم شوکه هستن که خون ریزی بسیار زیاد است در سایکل ماهوار. اگر دختر خانم از 4 پد یا با سلای هم از 4 کوتکس زیادتر میگیره در حالت منروجی یا خون ریزی زیاد گفته میشه، ولی اگر از 24 ساعت از 4 کوتکس یا صبح تا دیگر از 4 کوتکس کمتر میگیره به این خون ریزی زیاد گفته نمیشه. اینا میگن به شکل خون به شکل لخته لخته میاد. اگر از شروع منارکی، یعنی از شروع اگر خون به شکل لخته هست مشکل نیست، ولی اگر فعلا این مشکل پیدا کرده و تمام با بوی بد می باشه این دلالت میکنه که انتونی شده یا مشکلات اوصول نزدینا پیش آمده. باید چیزتر به دکتر مراجعه کن تا اینکه ماین تلویزیون شود و همچنان ماینات خون شود تا که دلیل اصلش معلوم شود که چرا به یالت دچار شده. و ادامه صحبت و گفتیم مشکل دیگر که نزد خانما که باید حمام بگیرن وی است به طور نرمال در وجنا یا محبل نرمال فرورای خود میکروب های استرپتوکوکاس می باشه، استافیلوکوکاس می باشه که این میکروب ها در زمانی که خون در ساحه به طور طولانی می باشه یک غذای خوبتر به این میکروب هاست. نه تنها این میکروب ها قوی تر میشن نمو میکنن، بلکه دیگر میکروب ها مثل ایکولی و انتروباکتریا ها زیادتر نمو میکنن. بله. یک تماس دیگه هم داریم. صدف جان از غزنی تماس گرفتن. صبحتان بخیر، بفرمایید سوالتون رو بپرسید. صدف جان صبح شما بخیر.
مریم جان صبح دکتر صاحبم بخیر باشیم. من یک سوال از دکتر صاحب داشتم، گفتم آیا درباره از خاطر گردآوری دوا میخورم یا کدام تغییر داره دادت مهور به خاطر که چند روز سر شده است؟ درست است. تشکر. بعد دکتر خانم ها این چیز ترس دارن که اگر اینا دوا میگیرن ممکن در حالت ماهوارشون تغییرات به وجود میاد. البته تمام دوا سبب تغییرات در مشکل حالت ماهوار نمیشه. بعضی از دوا که از جمله دواهای ضد سرطان میباشه و همچنان دواهایی که به خاطر سویه نرمال ساختن سویه هورمون تایروید میباشه، این دوا ممکن سبب تغییر در حالت ماهوار شوه. ولی دیگر دوا را اگر شما میگیرین به طور نرمال باید دوایی که دیوریشن داره که باید دائمی روزها گرفته شود و در بینش قطع نشود. اگر قطع میشه سبب مشکلات شده میتونه و یا که خانم در مقابل دوا یا هر کس کس مقاومت پیدا میکنه. از این خاطر نباید دوا سکتگی بیه. تنها دواهایی که گفتیم مشکلات در سایکل ماور پیدا میکنه برتون هم گرفتیم، دیگه دواها مشکل نیست که گرفته شود. و حرفای قبلیمون گفتیم اگر خب میکروبا به طور حادی می باشه و اگر خون دست ها می باشه میکروبا خوبتر نمو میکنه، تعدادش زیادتر میشه. بر علاوه دیگه میکروب ها هم به وجود میاد. از یک طرف اینجا تجمع خون است و از دیگه طرف خانم حفظ سحر درست مراحت نمیکنه، دش نمیکنن، یعنی که استنجا نمیگیرن یا که حمام نمیکنن. اینها سبب میشه که این میکروب ها درست دوام خوبتر نمو کنن، سبب واجینایتس و پی های دی یا پریویک انفلمیتری دیزیز شوه. اینها اگر بعد هم بعدن تداوی نمیشه، این هم را سبب میشه که خانم بعدن حقیم شوه. یعنی اگر درست از سحر مراد نمیکنن که در هر 4 ساعت بعد خانم باید بیت یا کودکس تغییر بدن. اگر اینا در هر 4 ساعت بعد نمیتونن، بسیار زیاد مصرف است یا نظر مشکلاتی که دارن، هر 8 ساعت بعد تغییر بدن و یا هیچ اگر نمیشه در از صبح تا شام دوبار حداقلش اما حد کمش باید کوتکس تبدیل کنن. اگر اینا تبدیل نمیکنن نمو میکروب ها در ساحه زیادتر میشه و میکروب ها قوی تر میشه، مشکلات به خصوص خود به وجود میاد. ولی یک تماس دیگر هم داریم. تبسم صبح بخیر، بفرما سوال تا بپرس. سلام علیکم. سلام، صبح بخیر. صبح شما بخیر. خوب هستید؟ تشکر. سلام به شما و دکتر شما. سوالتون رو بپرسید. ببخشین ما سوال داشتم از دکتر صاحب. ما یک سال میشه پلوپا انداختیم و تقریبا 8 روز از مریضی عادت ماهارم میشه خلاص شده، دوباره هم تو کم کم خوندیزی های کم کم دارم، نمیتونم که تاثیر چیه. آلم لوپ هست یا کشیده؟ آلم دکتر صاحب میگن لوپ هست یا که خیر؟ بله یا هست، لوپ هست. درست جواب. تشکر. لوپ دو نوع داره، یکی بر 3 سال میشه، یکی بر 5 سال میباشه. اگر اینا اگر گفته میشه که بر 5 سال است شما خوب است که 4 سال بانین، اگر بر 3 سال است خوب است که 2 سال بانین، فقط به خاطر وقایع زی که شما مشکلاتی که مثل که خانم یادآور به این مشکلات دچار نشین. 8 سال یک لوپ بسیار زیاد وقت است که لوپ شما انظام هست، باید لوپ کشیده شوه. اگر هر قدر دیر لوپ می باشه این مشکل ساز میشه و سبب التهابات رحمی و التهابات اوصله شده و مشکلات مثل لکبینی ها و از موار غیر منظم به شما پیش میره، خصوصا اگر لوپ نوع هورمونیش میباشه و از خود هورمون افراز میکنه. این مشکل ساز شده میتونه اگر 3 سال و 5 سال زیادتر میشه. و نبیلا جان هم پشت خط هستن، صبح بخیر، بفرمایید نبیلا. سلام علیکم مریم جان. بفرمایید نبیلا جان. سلام علیکم مریم جان، خوب هستین بخیر؟ تشکر. سوالتون هم بپرسین. سوال ما از دکتر سیبی است که عادت ماهار ما بسیار سال میخورد اما ماه خود نمیشه، 2 ماه برم طول میکشه، 1.5 ماه برم طول میکشه. چند سال هستین؟ 20 هست. چقدر وقت از این مشکلشان میشه؟ سوالتون چیست؟ چقدر وقت از مشکلشان میشه؟ چقدر وقت از مشکلتان میشه؟ اینه تقریبا 2-3 سال میشه به متصف. درست. تشکر. اینا شکه هستن که سایکل ماهوارشان غیر منظم است، به خاطر زی باید بعض ماینات اجرا شود که چرا غیر منظم است، آیا سوی هورمون ها تغییر کرده. دختر خانم ایران ببینن کدام دوا استفاده نمیکنن و تغییر در زندگیشون نامده یا سفر نکردن، اینا چیزاییست که سبب میشه که عادت ماهوار غیر منظم شود.
بله. و صحبت های قبلی ما را تکمیل کنیم که و چیز دیگر که یه هست گفتیم عادت موار دو نوع می باشه مریم جا، یکی به طور نرمال می باشه که از اون قره هم عادت موار مقدار خونی که افراز میشه بس می یک را هست، و نوع دیگهش که 40% خانم ها به این قسم عادت موار می داشته باشن او ریتروگرید سایکل می باشه، یعنی عادت موار خون عادت موار دو مسیر داره، یکی که از اون قره هم افراز میشه و دیگر یک مقدار خون به طرف تیوب ها میره. این مقدار خونی که به طرف تیوب ها میره اگر حفظ صحت درست نراحت نشه، این مقدار خون سبب میشه که با خود یک مقدار هست انتانات و باکتری ها یعنی میکروب ها را به خون ها به خود تیوب ها جای بده و این بعدا سبب سلفنجایتس یا التهاب تیوب ها میشه. تیوب ها امو تیوب هایی که سبب وصل رحم به دو تخمدان هاش ده و اینا سبب میشه که خانم حمل بگیره، ولی اگر دیس هم میکروب می باشه و سلفنجایتس سبب شده یعنی التهاب تیوب ها و تخمدان ها به وجود میاد، در نتیجه سبب حبور یا گذشتن اسپرم شده در نتیجه خانم عقیم میمانه و نمیتونه که باردار شوه. اگر در این صورت خانم درست حفظ صحت مراعات نمیکنه، این سه مشکل را که گفتیم این سه مشکل شده میتونه که یکیش به وجود بیاد یا عرصه را نزد خانم مشکل ساز باشه. بله، و ای که میگن که در جریان مریضیتان چیزهای سرد نخورین، چیزهای ترش نخورین، یا ای که چیزای گرم بخورید، نظر شما چی است؟ اگر خانم ها پرهیز میکنن کدام مشکل نیست، کدام مشکل برای اونها خلق نمیشه، سبب کاهش درد میشه و قابل تشویش نیست. اگر اینا از بعض مثل چاوه که از زنجفیل تو استفاده میشه، خود زنجفیل پینکیلر است، یعنی سبب کاهش درد میشه، مشکل نیست، چون بعضا خانم ها به طور نرمال سبب افراز هورمون پروستاگلاندین ای تو که سبب تقلصات رحمی میشه اینا دردها دوران عادت ماهوار می داشته باشن. اگر اینا از این چاوه یا چیز گرم استفاده میکنن و از بعضی چیزا پرهیز میکنن این مشکل نیست، مانی نیست. و بعضی خانمایی که بعد از ماه هشتم بارداریشان میگن که نباید کسی حمام کنه و گویا ضرر داره، نظر شما در این مورد؟ بعضی خانم ها بعد از ماه هشتم به نظر به رسم رواجی که دارن امام نمیگیرن، میگن باید 40 روز پیش از ولادت باید امام نگیریم که با مو رسم رواج خودشان داره یا تفکر که خودشان داره میفهمن، این بسیار یک باور غلط است مریم جان. در این دوران دو نوع میکروب که سبب از بین رفتن طفل شده میتونه، یکی جی بی اس گروپ بی استرپتوکوکاس میباشه که اگر طفل به این مبتلا میشه ممکن بعد از پیدایش چند روز بعد از پیدایش طفل از بین بره و طفل وقتی که پیدا میشه کاملا اتو معلوم میشه مثل که سوخته باشه، جلد بدنش اتو یک حالت نشته باشه، یه سبب حفظ صحه نادرست مادر میباشه. به می قسم کاندیدیازیس یک مرض دیگر میباشه، یک میکروب دیگر است که اگر مادر حفظ صحه را درست مراحت نمیکنه طفل منتن میشه به این میکروب و سبب کور شدن طفل میشه. طفل اگر زنده هم ببانه سبب از میشه که طفل کور باشه یا که نابینا باشه بعد از این، صرف به سبب از اینکه مادر نتونسته درست حفظ صحه را مراعات کنه. مریم جان مریضای را ما شاهد تو مریضا هستیم که بعد از ماه هشتم دیگه حمام نمیگیرن، وقتی که اینا داخل اتاق داخل شفاخانه میشن آنقدر تعفن و بوی میشه که نه تنها به خود اینا ضرر دارد، دکتر صاحب ها یا قبل صاحب های کمرات اینا کار میکنه، این تعفنی بوی سبب مشکل برو بچارم میشه، نه تنها سبب مرض میشه بلکه امی بوی که بر سبب میشه که دفتن دکتر از خود ریاکشن نشان بده و اعصابش خراب شوه که. بله، تشکر، سلامت باشین از اینکه امروز تشریف آوردین. وقفه میگیریم و بعد از وقفه برمیگردیم. سلام دوست عزیز، برای تماشای ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.